با سلام به بیانگان عزیز، من محمود احمدی هستم و برنامه دیگری از رو در رو رو تقدیم حضورتون میکنم. علی رضا گلیپور، زندانی سیاسی، دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری بوده است که در مهر 91 توسط وزارت اطلاعات به اتهام افشای فساد مالی برخی مسئولین حکومتی ابتدا به مدت 8 ماه در زندان اوین قرنطینه شد و سپس در دادگاه به 39 سال و 9 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم گشت. علیرضا عضو بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی دکتری مهندسی برق در آلمان بوده است. در مدت زندانش به بیماری‌های مختلفی از قبیل بیماری قلبی، سرطان، عفونت غدد لفوی دچار شده است. اما علی‌رغم بیماریش، مقامات رژیم اسلامی مانع از این می شوند که در خارج از زندان مورد مداوا قرار بگیرد و در بیمارستان علیرضا بستری شود. اتهامات علیرضا توسط رژیم اسلامی، توهین به رهبری، اتهام جاسوسی و هواداری از سازمان مجاهدین اعلام شده است و در دادگاه تجدید نظر به 12 سال محکوم شده است. در برنامه امروز رو در رو ما با خانم آزیتا قلعه‌ای‌گو، وکیل علیرضا گلی‌پور خواهیم بود و در ارتباط با وضعیت علیرضا و اینکه چرا مقامات رژیم مانع از این میشن که اقدامات درمانی که حق هر زندانی سیاسی و غیر سیاسی است در اختیارشون قرار بگیره، مانع از این میشن که علیرضا در بیمارستان بستری بشه. با سلام به شما خانم قره‌ای‌گو و با تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا در برنامه امروز رو در رو شما رو با بینندگان و شنوندگانمون داشته باشیم. درود بر شما و به امید آزادی و برابری. خواهش میکنم خانم آزیتا قره‌ای‌گو، لطف کنین ما رو در آخرین وضعیت علیرضا قرار بدین و این که الان وضعیتش از نظر سلامتی به چه شکلیه. آقای احمدی، همون که خودتون محبت کردید و توضیح دادید، آقای علیرضا گلی‌پور از سال 91 به جرم جاسوسی توسط وزارت اطلاعات کشور دستگیر شده و ایشون به مدت 1 سال و 17 روز در قرنطینه بودن. بعد از 1 سال و 17 روز ایشون رو به بخش منتقل میکنن و در این مدت 1 سال و 17 روز متاسفانه خیلی بازجویی‌های شدیدی از ایشون شده، هم از طرف وزارت اطلاعات کشور هم از طرف اطلاعات سپاه. و ایشون متاسفانه انقدر توی مدت بازجویی شده و در حال حاضر هم میشه، بعضی مواقع این اتفاق میفته، متاسفانه بیماری متعددی از جمله بیماری سر، غدد لنفاوی که ایشون حتی مشکوک به سرطان بودن که 70 جلسه شیمی درمانی شدن و در پرونده پزشکی ایشون موجوده این بیماری، و ناراحتی قلبی دارن، ناراحتی ریوی دارن، ایشون از ناحیه ناف حتی عفونت داشتن. چند سالشونه؟ ولی متاسفانه ایشون متولد 65 هستن، در حال 32 سالشونه و زمانی که بازداشت شده 25 سالشون بوده و دانشجوی دکترا در کشور آلمان بودن. در واقع 2 ترمشون مونده که دکتراشون تموم بشه که به درخواست خود اینا میاد ایران و در دانشگاه پیام نور شهید محلاتی توسط وزارت اطلاعات دستگیر میشه و در حال حاضر 6 سال و 4 ماه از مدت حبس ایشون گذشته. ولی متاسفانه تو این مدت و 6 سال و 4 ماه خیلی شکنجه‌ای بی حد و اندازه به این وارد شده، چه جسمی چه روحی. که حتی زمانی که ایشون بعد از 1 سال و 17 روز از قرنطینه میاد بیرون، بهشون میگن که مادرت فوت کرده و ایشون بعداً متوجه میشه که مادرش در قید حیات است که همچین اتفاق نیفتاده. بعد ایشون الان از برج 6 امسال، از 24/6/97 رسما کمیسیون پزشکی اعلام کرده که ایشون تحمل حبس نداره، باید آزاد بشه.
و حتی از بنیاد علمی نخبگان چندین بار نامه‌نگاری شده به دادستانی. متاسفانه هیچ جوابی هنوز داده نشده به این نامه‌ای که از طرف بنیاد علمی شده. و آقای دولت آبادی که همین امسال برج دو گفتن که اگر واقعا گلیپور بیماره باید پزشک قانونی تایید کنه. باید بره بیمارستان امام خمینی، پزشکانی که مورد وثوق خودمون هستن باید نظریه بدن. که این اتفاق افتاد و پزشکانی که مورد وثوق خودشون بودن گفتن بله گلیپور مریضه، باید آزاد بشه. و آقای دولت آبادی دادستان تهران متاسفانه به این نظریه اعتراض زد، گفت باید پرونده بره کمیسیون پزشکی مطرح بشه. پرونده گلیپور رو با پرونده پزشکی که دو گونی بود در واقع متاسفانه ما کشوندیم بردیم کمیسیون پزشکی که 6 ماه ما تو کمیسیون پزشکی رفت آمد کردیم، مدارکش رو جور کردیم که بار اول هیئت 7 نفره تشکیل شد و بار دوم هیئت 11 نفره تشکیل شد و هر دو هیئت تایید کردن که ایشون تحمل حبس نداره، باید آزاد بشه. ولی متاسفانه دادستان تهران که وظیفه اصلیش نظارت بر اجرای صحیح قانون است، این قانون رو نقض کرد. قانونی که ماده 522 آیین دادرسی کیفری به صراحت عنوان کرده اگر زندانی تحمل حبس نداشته باشد به قید وثیقه باید آزاد شود، توقف اجرا میشه. که دادیار ناظر بر زندان و حتی قاضی اجرای احکام نامه نگاری کردن و حتی خود بنده بارها لایحه فرستادم و حتی خود ایشون تو سربرگ دولتی زندان نامه زدن به دادستان تهران، ولی متاسفانه دادستان تهران تا به امروز که الان من دارم صحبت میکنم همه اینا رو نادیده گرفته، هیچ جوابی نداده. که حتی ایشون چون 12 سال حبس داره و بالاتر از 6 سال یعنی 1/3 مجازاتش رو تحمل کرده، حتی با آزادی مشروط ایشون هم موافقت نکرده. ایشون 1 ماه پیش دستور دادن تحت الحفظ بستری بشه تو بیمارستان طالقانی، بیمارستانی که نه پزشکای خوبی داره، همش انترنن و نه بیماری ایشون به اون بیمارستان میخوره. ایشون اون امکانات اون بیمارستان نداره که گلیپور بتونه اونجا مداوا بشه. و بعد من سوال کردم در قالب یک لایحه، گفتم آقای دادستان تهران شما اگر ایشونو میخواستید تحت الحفظ تو بیمارستانی که خودتون صالح میدونید بستری بشه، چه لزومی میداشت که ایشون بره کمیسیون پزشکی؟ چرا به نظر پزشک قانونی شما اعتراض کردید؟ چرا پرونده ما رفت کمیسیون پزشکی؟ چرا شما با نظر کمیسیون پزشکی مخالفت میکنید؟ مگر کمیسیون پزشکی تو هر کشوری و تو هر استانی یه تشخیص درمان امور پزشکی نیست؟ چرا شما یه همچین کاری با موکل بنده کردید؟ چرا اینقدر قانون را خیلی به صراحت دارید نقض میکنید؟ موکل بنده به خاطر این همه فشار، این همه بازجویی، این همه استرس های عصبی، این همه فشارهای روحی جسمی به این همه بیماری داخل اونجا در داخل زندان به این بیماری متعدد مبتلا شده است، ولی شما خیلی راحت از این موضوع گذر میکنید، خیلی راحت نقض قانون میکنید، خیلی راحت جواب نمیدید، خیلی راحت زیر نامه ها را فقط امضا میکنید، ملاحظه گردید. هیچ جوابی برای نامه های ما وجود ندارد. من به دادستان کلم نامه زدم، به آقای منتظری هم نامه زدم، گفتم آقای منتظری چرا دادستان تهران داره نقض قانون میکنه؟ چرا قانون دادستان تهران در جایگاهی نیست که نقض قانون کنه؟ چرا این کارو میکنه؟ ولی متاسفانه دادستان کلم به نامه های ما هیچ جوابی نداده. خب خانم قرابگو، دلایل دستگیری علیرضا چی بوده؟ دلایل دستگیری علیرضا، خب ببین علیرضا جرمش جاسوسیه، ولی هیچ گونه دلایلی وجود نداره که ایشون جاسوسی انجام داده. اصلا گلیپور در جایگاهی نبود که جاسوسی بکنه. البته این زندانی‌ها زده میشه. ایشون بر سیستم حاکمیتی کشور نقض گرفت. ایشون فقط اومده بر سیستم حاکمیت کشور نقض گرفته.
مسئولینی که در زمان دولت آقای احمدی نژاد بود و الان هم یه چند از اون مسئولین هم در دست کار هستن، در دولت آقای روحانی هم مسئول هستن، شون اومده نقض گرفته. یعنی توی دادنامش که الان بری با آقای قاضی صلواتی صحبت کنی یا حتی با بازجویاش یا با بازپرس پرونده آقای ناصری که ایشونو بازپرسی کردن تو اون زمان بازپرس پرونده بودن، میگن ایشون برای کشور آمریکا جاسوسی کرده. پس چرا تو دادنامش اصلا کشوری به اسم آمریکا وجود ندارد؟ اصلا هیچ گونه جاسوسی انجام نشده که. من پرونده رو بارها مطالعه کردم، بارها دادنامش رو خوندم، هیچ گونه دلیل موجهی نداره که آقای صلواتی اومدن همچین رأی با یه حبس نجومی 40 ساله. ایشون 30 سالشون بود، 40 سال حبس گرفتن، یه حبس نجومی. بله، در ارتباط با افشا کردن اختلاس مالی و فساد مالی برخی از مسئولین هم اگه نکته‌ای داریم لطف کنیم مطرح کنیم. بله، ایشون اومده توی خیلی از اونها، حتی تو سایت ها هستن اینا، خیلی از مسئولینی که فساد مالی داشتن اومدن افشاگری کردن. یک مؤسسه خیریه‌ای که به اسم دستان مهربان باز شده بود تو پروندهش موجوده و مسئولینی که توی داخل زندان اوین پست داشتن و در حال حاضر هم دارن، اومده افشاگری کرده که ایشون به اسم دستان مهربان، به اسم مؤسسه خیریه با ارزای دولتی خیلی ماشینای لوکس وارد ایران می‌کردن، در صورتی که اون موقع ما تحریم شده بودیم سال 91 در زمان دولت احمدی نژاد. اومده گودیپور به اینا نقض گرفته، گفته که نباید کشوری که تحریم شده و ارزی در کشور وجود نداشته باشه شما با ارز دولت این همه ماشینای لوکس وارد کشور بکنید. یه اتهامیه اظهاراتی که گودیپور بارها و بارها تو بازجوییاش نوشته شده و من بارها بارها اینا رو خوندم، تو پروندهش هستش، موجوده. خب الان اقدامات بعدی که شما تو دستور کارتون هست چیه؟ به خصوص با در نظر گرفتن اینی که از نظر سلامتی جون ایشون در خطره و حتما باید تحت مداوا در اسرع وقت قرار بگیره و از طرف دیگه مقامات اسلامی مانع، از جمهوری اسلامی مانع از اینم که این مداوا در اختیار علیرضا قلی‌پور قرار بگیره، شما به عنوان وکیلش چه اقدامات دیگه رو تو دستور کارتون؟ روندی که دادستان تهران در پیش گرفته مرگ تدریجی گودیپور رو داره تحمیل میکنه، چون ما غیر از این هیچ چیزی رو نمیبینیم و همه شواهد و مدارک و بی‌اعتنایی آقای دادستان تهران دقیقا اینو نشون میده که ایشون مرگ تدریجی رو برای گودیپور خواسته، چون هیچ گونه دلیل قانونی وجود نداره که گودیپور در حال حاضر در زندان باشه، چون واقعا ایشون بیمار هستن، ایشون هر روز به طور طبیعی چندین بار تشنج میکنن، متاسفانه چندین بار خون دماغ میشن داخل زندان و داروهای ایشون خیلی کمیاب و بعضی داروهاش نایاب شده و بعضی داروهاش که کمیاب هستن وقتی هم که خیلی با هزینه بالایی توسط خود بیمار تهیه میشه، خود گودیپور این داروها تهیه میشه و با هزینه خود بیمار. متاسفانه در حال حاضر گودیپور داره پلاکت خون میزنه، 500 واحد پلاکت با هزینه خودش که هیچ کمکی به ایشون نمیکنه. وقتی هم که اعتراض میکنه یا وضعیتش خیلی حاد میشه و بهداری زندان اوین معترض میشه که گودیپور نباید اینجا بمونه، گفت میگن اشکالی نداره بفرستید بیمارستان طالقانی با پابند و دستبند فعلا تحت الحفظ اونجا باشه. پس اینا نمیخوان گودیپور مداوا بشه، اینا میخوان گودیپور یه جوری با قول معروف توی بیمارستانای دولتی سرگر بشه، نتونه بهداری اوین، نتونه همبنداش، نتونه خودش معترض باشه. در صورت دیگه اگر خود گودیپور هم به من هیچی نگه، همبنداش، دوستانش بارها با من تماس گرفتن از داخل، گفتن خانم وکیل ایشون داره از دست میره، چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ اگر گودیپور
تو زندان اتفاقی بیفته، ما هممون شاهد میشویم که جمهوری اسلامی خودش گلیپور رو کشت و عمدن این اتفاق افتاد، چون گلیپور قابل بیماریش قابل درمانه و اگر بره بیرون میتونه مداوا بشه. اما اینا متاسفانه با نهایت تأسف اومدن جلوی درمانیشون رو گرفتن. وقتی که یه دادستان تهران نظر کمیسیون پزشکی رو نقض کنه، خب ما فقط یه نتیجه میتونیم بگیم که ایشون فقط میخواد مرگ تجریحی رو برای گلیپور تحمیل کنه، چون هیچ هدف دیگه ای نداره. خانم قرابیگوه گرامی، با تشکر بسیار زیاد که ما وقت دادیم تا شما رو در برنامه امروز رو در رو داشته باشیم و به امید آزادی هرچه سریعتر علیرضا گلیپور و همه زندانیان سیاسی در بند، با تشکر از شما. ما هم امیدواریم. ممنون که وقت گذاشتید و هم گلیپور رو هم بقیه زندانیان سیاسی رو خوشحال کردید. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار تیم کانال جدید براتون روزها و شبهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.